سلام دوستان، در این جلسه میخواییم در مورد نمودارهای سازمانی و تهیه چارت سازمانی صحبت بکنیم. خب چارت سازمانی چی هستن؟ یک نمودار سلسله مراتبی هستن، همونطور که تو این شکل میبینین، که از طریق اون ما ساختار سازمانمون ها از بالا به پایین نمایش میدیم. ساختارهای سازمانی در تمامی کسب و کارها و در تمامی سازمانها باید وجود داشته باشند و همه سازمان ها نیاز به یک چارت سازمانی دارند. حالا این چارت سازمانی رو ما میتونیم به صورت تکست هم بنویسیم، ولی وقتی که به صورت یک نمودار نمایش میدیم، قابلیت مشاهده که بالا میره باعث میشه ما تصمیمات بهتری بگیریم و خود ساختار رو به صورت سریع تری بفهمیم. ساختارهای سلسله مراتبی انواع زیاد متفاوتی ندارن، اکثرا از بالا به پایین به صورت سلسله مراتب شروع میشن و ادامه پیدا میکنن. اما به تازگی به علت استراتژی نیروی انسانی فرضیه وجود داره که ساختار رو در حقیقت توی منابع انسانی، توی نیروی انسانی، وقتی که یه چنین سلسله مراتبی وجود داشته باشه باعث از بین بردن نوآوری و نارضایتی در بعضی جاها میشه. به خاطر همین یه تئوریه که در حال حاضر وجود داره سعی کرده سلسله مراتب رو تا جایی که میتونه کم کنه و تا 3 یا 4 تا مثلا سطح بیشتر نباشه. مثلا این ساختار سلسله مراتبی در خیلی از سازمان‌های امروزی شاید مناسب نباشه که تا این حد پایین رفته، اما خب در جاهایی هم این سوددهی داره، چون مثلا این شخصی که اینجا هستش میبینه که مسیر پیشرفتش به چه صورت میتونه باشه و میتونه تشویق بشه که چجوری کار کنه. یکی دیگه از مواردی که وجود داره، ما میتونیم توی یه نگاه خیلی از اطلاعات رو توی سازمان بگیریم، اما خیلی از جزئیات وجود نداره. به طور مثال الان توی این شخص انتهایی من میدونم یه اپراتوری هستش، یه نامی هم داره، اما نمیدونم دقیقا شرح وظایفش چیه و چه کارهایی تو سازمان باید انجام بده، که ما برای اون از شرح شغل و شرح وظیفه استفاده کنیم. که البته یه ساختار ماتریسی هم وجود داره که سعی کرده دیتیل بیشتری رو نشون بده، اما این قابلیت مشاهده رو کمتر داره. به خاطر همین ما برای اینکه با این ضعف ساختار سازمانی مقابله کنیم، ماتریس ها رو ارائه کردن خیلی جاها، اما بهترین روش تهیه یک شرح شغل هستش که حالا در اتمام بیشتر در مورد اون توضیح میدیم. یه ضعف دیگه ای که شاید ساختار سازمانی داره، ایجاد اون و به روز نگهداریش کار حوصله زمانبری هستش، و خب اگه من به صورت دستی اینا رو هی وارد کنم و فکر کنین یه سازمانی حدود 700 نفر یا 800 نفر حداقل کارمند داره، خب من باید 800 بار اینا رو بکشم و به روز نگه دارمش، و خب یه کار زمانبری خواهد بود. که برای مقابله با اون نرم افزار ویزیو، علاوه بر این که من به صورت دستی و مانوال میتونم این رو تهیه بکنم، قابلیت اتصال به دیتابیس رو بسه من قرار داده و خودش میتونه با توجه به حالا رویهی که داره این ساختار رو تهیه کنه، و ما پس از تهیه اون میتونیم والدینگ کردنش به پایگاه داده به روز نگه داریم. به خاطر همین ما از طریق نرم افزار ویدیو میتونیم از این ضعف در حقیقت ترسیم نمودار رو هم غلبه کنیم بر. و خب یه ضعف دیگه هم که البته نمودارهای سازمانی دارن، روابط بین واحدی رو نشون نمیدن. یعنی الان این سلسله مراتب اگه این شاخه رو در نظر بگیریم که اینجا اومده، رابطه این شخص با شخصی که حالا سلسله مراتب این کشیده بشه در اینجا وجود خواهد داشت رو نشون نمیده. ارتباطایی که این شخص با این شخص داره رو خوب نشون نمیده. که واسه نشون دادن این ارتباط ها ما باید نمودارهای فرآیندی رو ترسیم بکنیم، که حالا نمودارهای فرآیندی و دید فرآیندی و دید وظیفه‌ای تو سازمان ها با هم متفاوتن، که این یه جور دید وظیفه‌ای هست و حالا
ترسیم نمودار فرآیندی و بی پی ام یا اپی کیو سی، حالا مدل هایی که فرآیندی وجود داره، یه دید فرآیندی هستن و این دوتا در کنار هم کامل کننده اطلاعات مورد نیاز در یک سازمان هستش، چون دید وظیفه ای هم در سازمان باید وجود داشته باشه و همچنین دید فرآیندی تو سازمان. حالا در این فیلم آموزشی ما میخواییم سعی کنیم که یه نمودار سازمانی رو ابتدا به صورت دستی در نرم افزار ویزیو ترسیم کنیم و سپس طریقه تهیه یک نمودار سازمانی از پایگاه داده، که حالا پایگاه داده ما اینجا یه فایل اکسل خواهد بود، رو نمایش خواهیم داد. خب واسه ترسیم این نمودار یک فایل ویزیو باز میکنیم. خب بک‌گراند اینو من قبلا انجام داده بودم، حالا بذارین از ابتدا اگه بخوایم بگیم، تو قسمت نیو، توی کاتگوریز، توی قسمت بیزنس، من اینجا واسه چارت سازمانی دو تا تمپلیت دارم، یکی چارت سازمانی اورگانایزیشن چارت هستش، یکی اورگانایزیشن چارت ویزارد هستش. این دوتا با هم تفاوتی ندارن، از این ما استفاده میکنیم به صورت دستی بخوایم نمودارمون ترسیم کنیم. و خب حالا اگرم بخوایم میتونیم اونجا حالا یه دکمه داره که باتمش رو بزنیم ویزاردش شروع به کار بکنه، یا به طور مستقیم ما هیچ کاری نخواهیم بکنیم و از ویزارد از همون اول استفاده کنیم که به صورت خودکار این ویزارد میاد مراحل در حقیقت گرفتن یک فایل پایگاه داده رو به ما نشون میده که به صورت خودکار بخوایم نمودار سازمانیمون رو ایجاد کنیم که بعدا با این آشنا میشیم. ابتدا ما یه اورگانایزیشن چارت رو به صورت دستی میخوایم بکشیم. خب من اینو زدم و متریکش رو انتخاب کردم و کریت کردم، بعد اومدم اینجا یه بک‌گراند واسش درست کردم که شما اگه بخوایم با بک‌گراند آشنا بشیم میتونیم به وبسایت ما بریم و تو قسمت در حقیقت دوره آموزشی نرم افزار ویزیو و فرآیندها قسمت ایجاد پس‌زمینه رو بخونین. اگر که آشنا هستین خودتون میتونین یه فایل، یه صفحه بک‌گراند برای خودتون درست کنین که شمای فایلتون قشنگ‌تر بشه و برای سازمانتون ایجاد بکنین. خب حالا ما یه صفحه خالی رو داریم که بک‌گراند توش هست، میخوایم شروع کنیم به ترسیم این نمودار. خب در ابتدا یه دونه مدیر عامل یا مدیر بالادستی یا مدیران ارشد وجود دارن. خب واسه ترسیم مدیران ارشد من اگه اینجا توی مسترهای من اگه توجه کنین، من انواع اقسام شکل‌ها رو دارم که میتونم بکشم. اولیش اگزیکیوتیو بلت هستش، یعنی مدیران ارشد از این شکل استفاده کنم. بعد منیجر بلت هست که مدیران قرار داره. پوزیشن بلت واسه جایگاه‌های مختلف شغلی هستش. یه دونه در حقیقت واسه اسیستنت ها یا یه جوره منشی ها یا هم دست ها، کسایی که کمک میکنن به افراد مختلف وجود داره. بعد مشاوران هستش، یا اینکه آژانس های مثلا خدمت رسانی یا از یه آژانسی ما به صورت حال پیمانکاری با هم یا به صورت قرارداد باش داریم که از اون آژانس استفاده کنیم، از یه سازمان جداگونه استفاده کنیم، میتونیم از این استفاده کنیم در جاهای مختلف. بعد تو قسمت بعد در حقیقت کارمندان وجود داره که هر کدوم حالا به جای خودش میبین. در ابتدا من مدیر ارشدم رو میخوام قرار بدم، اینو شیپش رو ایجاد میکنم، بعد میام تو اینجا اطلاعاتش رو وارد میکنم، تایتلش کورپوریشن منیجمنت هست یا چیرمن هستش که واسه اون سازمان وجود داره. میتونم بگم چیرمن، مدیر عامل هستش. اسمش هم حالا نیم یک قرار میدم، نام اون شخص. بعد تو این شکل اگه توجه کنین یه دونه منشی یا اسیستنت داره. خب برای قرار دادن منشی یا اسیستنت اینو میگیرم و میندازم روش. اگه توجه کنین وقتی که اینو قرار دادم یه علامت مثبت ایجاد شده. مگه اینو روی این قرار بدم خودش به صورت پیش‌فرض کمانش رو ایجاد میکنه. اگه نه اینو همینطوری اینجا بندازم به چیزی متصل نیست. وقتیم راحت تر هست که روی خودش قرار بدم تا ویزیو خودش به صورت پیش‌فرض اونو قرار بده که اسیستنت من هستش. اسیستنت. بعد اسمش هم میذارم
نیم دو. خب بعد میاد در حقیقت مدیرای مختلف که حالا مدیران ارشد میتونن باشن یا مدیران هستن، اونا رو قرار میدم که اینا مدیرای ارشد من الان در حال حاضر، چون به صورت آبی نشون داده شده میتونم متوجهم اینا مدیرهای ارشد هستن واسه کسب و کار اول. فرض کنین که این مدیر عامل مدیر یه سازمان در حقیقت مادر هستش، خب اینا کسب و کار اول و دوم و سوم میتونه مثلا تولیدی یکیش باشه، یکیش کسب و کار مشاوره باشه، حالا سازمان های مختلف که زیر مجموعه این سازمان اصلی هستن. این استراتژیک پلنینگ مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک یه مدیر هستش که در حقیقت به صورت مستقیم با مدیر عامل کار میکنه و برنامه‌ریزی استراتژیک واسه کسب و کارها رو ایجاد میکنه. بخاطر این یه حالتی توی قسمت سازمان مادر باید کار کنه، بخاطر اینجا اینطوری نشون داده شده. من هم میام اینجا سه تا مدیر ارشد میذارم. من الان میتونم از تری پوزیشن استفاده کنم، این تری پوزیشن رو اینجا میذارم، بعد میام جایگاهشون رو چینج پوزیشن میکنم و به اگزیکیوتیف تبدیل میکنم که میشن اگزیکیوتیف. بعد خب اسمشون رو میذارم کسب کار اول، کسب کار دوم و غیره. خب غلط املایش رو به این طریق میتونیم درست کنیم، بیزنس یک، حالا ترتیبش نباید حتما شبیه اون باشه، دو و سه. اسمش رو هم نیم یک، نیم دو، نیم سه شروع میکنم، نیم سه، نیم چهار و پنج. خب یه دونم چی داشتم، یه جور حالت مشاوره اون میتونم در نظر بگیرم، حالا اینو میخوام بیام اینجا باشه که استراتژیک پلنر. خب که اینم میتونه باشه نیم شیش. بعد میام توی کسب و کار سوم هم سه تا مدیر دارم یا مدیر هستش، دوباره از این تری پوزیشن استفاده میکنم چون سه تا هستش و اینا رو تبدیل میکنم چینج پوزیشن تایپ به مدیر. خب حالا نگاه کنین جایگاه اونا به این صورته، اگه توجه کنین سه تا شاخه هستش، من میخوام به همین شیوه باشه. دستی اینا رو تغییر میتونم بکنم یا میتونم بیام توی لایوت، البته بالا دستی شو باید انتخاب بکنم که زیر مجموعش رو درست کنه، بعد میام این طریق استفاده میکنم که خودش پوزیشن جاها رو تغییر میده. خب مدیر حالا یک دو سه احتمالا گذاشتیم دیگه، نه مدیر تولید، مدیر تحقیق و توسعه، مدیر مارکت هنسل بازاریابی، که حالا این اسامی رو خودتون میتونید درست کنید، ولی من حالا نیما رو تغییر میدم. حالا اول اینا رو اضافه میکنیم، بعد وقت میدم که خودتون نیما رو درست کنین، من هم جداگونه درست میکنم که وقت ویدیو گرفته نشه. بعد یه دونه جایگاه شغلی میخوام واسه سوپروایزرم که میشه سرپرست اون قسمت، که یه پوزیشن میذارم واسه این که سرپرست اونجا هستش. بعد که سوپروایزرم رو تعریف کردم، دوباره یه دو سری در حقیقت متخصص دارم، دو تا متخصص دارم که میخوام بهش اضافه کنم. میام اینجا ما تری پوزیشن داریم ولی دو تایی نداریم، میتونم اینو انتخاب کنم که مولتیپل شیپ هستش. میام اینجا میگم جایگاه شغلی، نه استاف هستن، تعدادش هم دو تا باشه نه سه تا، اینم اوکی میکنم، دو تا به من اضافه میکنم. بعد زیر مجموعه یکیش دوباره دو تا کارمند هست که من دوباره استاف رو میگیرم میندازم روی این چند تا استاف، که این تکی رو اضافه کردم، من حالا
شما دوباره میتونه از مولتی پی استفاده کنید. من اشتباه این استفاده کنم. خب اینا رو بهش اضافه میکنم. خب جایگاهاش رو دوباره مرتب میکنم، اول این به این صورت باشه، بعد زیر مجموعه این هم به همین شیوه و همینطور زیر مجموعه های. حالا لطفا شما هم اسامی رو به همین شیوه تعریف کنین، نیمار هم به همین طریق بذارین، شماره گذاری کنین، چون از اون طرف میخواییم اکسا رو اضافه کنیم. حالا اول من به صورت دستی نیمار رو اضافه میکنم، ولی خب قابلیتی که ویدیو داره میتونیم همه این اکسا رو یک جا از یه فولدر بگیریم که اونو تو لول بعدی حالا بهتون میگم، بعد یعنی تو ادامه درس. خب شما این اسامی رو اضافه کنین تا بعدم به شکل ها یا ایمیج ها تصاویر برسیم. خب بعد اینکه تایتل ها رو اضافه کردین و اسما رو اضافه کردین، حالا نوبت به این میرسه که تصاویر هر کدوم از کارکنان رو ما قرار بدیم. حالا ما چون تصویر کارکنان نداشتیم، یک سری تصاویر حالا کلی طبیعت هرچی که بودش تو دستمون رو قرار دادیم به جاش. خب شما هم میتونین از یه سری عکسی که هستش استفاده کنین برای خودتون. خب من تصاویرمو توی پیکچر قرار دادم، بعد خب یه فولدر اینجا درست میکنم، پیکچر یک، یه تعداد از این عکس رو انتخاب میکنم و میذارم اینجا. حدود 14 تا عکس لازم دارم، 14 تا رو انتخاب میکنم، 1 تا 14. خب اینا رو میذارم اینجا. اگه به صورت مانوال که میخواییم عکس ها رو ما در حقیقت اینجا بذاریم یک ویدیو. خب من روش اولم اینه که تو قسمت پیکچر چنج پیکچر رو بزنم، بعد خب فولدره که پیکچر توش هست و میارم. خب اینو انتخاب میکنم، به طور مثال قرار میدم، نیازی نیستش که حتما چیزی با اون برابر باشه، این عکس اینجا قرار میده. حالا از اینجا میتونم دوباره چینج رو بزنم، شو هایدو بزنم، میتونم دلیت کنم، یعنی که از اینجا اینزرت پیکچر انتخاب کنم. یه چیزی که دیگه ای که اینجا اینزرت پیکچر رو میبینین مولتیپل پیکچرز، من میتونم همه اینا رو انتخاب بکنم و مولتیپل پیکچر رو قرار بدم. اگه توجه کنین اینجا میاد در حقیقت فولدر نیم رو میگه، میگه تو کدوم فولدر پیکچرهای تو قرار داره، تو این فولدر قرار داره واسه من. من اینو اگه اوپن کنم به من ارور میده، میگه اسم فایلا باید مطابقت داشته باشه با نام شکل ها. حالا مثالم زده، خب مثلا اسمیت جان اسمیت باید اینجا جان اسمیت وجود داشته باشه، اسم فایلم جان اسمیت باشه. حالا من اینجا نیم 1 2 3 4 واسه راحتی گذاشته بودم، پس باید بیام اینجا تمام اینا رو در حقیقت دونه دونه بکنم نیم 1، یه کپی ازش میگیرم، نیم 2، اینا رو تک تک باید تغییر بدم، نیم 3، نیم 4. یه روش راحت تر واسه این وجود داره که یه نرم افزار هست اسم این فایل ها رو میگیره و تغییرات رو توش خودکار ایجاد میکنه. یعنی من میزنم از طریق اکسل هست این نرم افزار که توسط شرکت دیاکو توسعه داده شده. شما میتونید برین توی سایت diaco.com این نرم افزار رو بگیرین و ازش استفاده کنین. حالا ما جلوتر چون یه چارت سازمانی دیگه ای میخواییم بکشیم و حدوداً 20 تا شکل توش هست، ما از اون نرم افزار استفاده میکنیم که این اسامی رو تغییر بدیم. ولی همینطور که میبینین اگه من تک تک بخوام واسه یه سازمان 7800 تا این نیم عوض کنم، حتی با وجود این که بگم عکسایی که واسه ما ارسال میکنین و اسمشو به این شیوه درست کنین، باز هم خیلی ها هستن که اونطور که ما میخوایم اسما رو نمیذارن. بخاطر همین نیاز هست یه ویرایشی روش انجام بشه که این نرم افزار خیلی کاربرد خواهد داشت. حالا جلوتر با هم میبینیم
همونطور که توجه کردین من چند دقیقه فقط وقت گذاشتم که 14 تا دونه عکس و تغییر اسم اونم سریع بدم. خب نیم 1 2 3 4 5، حالا اگه اسم متفاوت بود و من باید تک تک مثلا اینا رو نگاه میکردم واسه کی هستش و اسم رو عوض میکردم. خب حالا من میخوام این عکس ها رو همگی با هم قرار بدم. اینا رو انتخاب میکنم، insert multiple pictures، توی پیکچر یک بود، اوپن میکنم، میاد به این ترتیب شکلها رو به من نشون میده. خب قسمت بعدی که میخوایم با هم کار کنیم، یعنی بیشتر با اینا میخوایم آشنا بشیم، یکی این که من میخوام عکسام توی یه پیج قرار بگیره، این چارت من یکم باید تغییرات توش ایجاد بکنم. خب واسه این کار میام از این قابلیت ها استفاده میکنم. اول از همه بیایم از اینجا با این آشنا شده بودیم، لایوت ها رو تغییر میدادیم، بس فیتو من بزنم میاد بهترین فیتو به صفحه من انجام میده، ولی با توجه به اینکه آچار من در حقیقت از اینجا شروع میشه و بک‌گراند من نمیتونه تشخیص بده که اینجا تایتل اینا هست، پس بس فیت میاد بالا میذاره، در صورتی که من میخوام اینجا باشه. خب قسمت بعدی حالا ریلایوت اینا هم میتونیم بکنیم، انتخاب بکنیم ریلایوت بکنیم یا لایوت انتخاب بکنیم، مثلا حالا این لایوتش همون طور بود گذاشتش. قسمت بعدی سینکرونایزر. حالا با سینکرونایزر ما جلوتر آشنا میشیم. بر فرض مثلا نها کنین من یه روشم اینطوریه که اینو میگیرم میخوام زیر مجموعهاشو توی یه صفحه دیگه بذارم، سینکرونایز میکنم، اینجا میزنم سینکرونایز کنه توی یه پیج جدید که حالا جلوتر میبینیم این توی یه پیج جا میشه. ما میتونیم هر واحد بذار هر واحد یه دونه چارت سازمانی داشته باشیم که به هم لینک شدن، اینجا چارت سازمانی کلیمون باشه و چارت سازمانی های جداگونه توی پیج های مختلف داشته باشیم. حالا من میخوام اینو اندازش رو درست کنم. یکی این که من از شیپس میتونم تغییرات ایجاد کنم توشون، میبینین شکل ها رو میتونم تغییر بدم، نوع هر شکل و هر کدوم که بر اساس علاقه خودم به نظرم قشنگ تر بود رو انتخاب بکنم، که اینا فقط هستش میتونم انتخاب بکنم تو اینجا. خب من اون به نظر خودم به صورت منطقی این شکل از همشون کلاسیک تر قشنگ تره، دوباره میذارم رو همون باشه، یه ذره جاها رو عوض کردش، من اینو دوباره فیتش رو درست میکنم. خب درست شد. بعد قسمت بعدی های و وید هستش، ارتفاع این و عرض اینو کنترل میکنه، میتونم ارتفاعشو زیاد کنم، ارتفاعشونو میتونم کم بکنم، برای همه داره این کار رو انجام میده. من اینا اگه توجه کنم خودشون به اندازه کافی کوچیک هستن، نمیخوام اینا عرضشون کمتر بشه، پس میام این تیکه رو میگیرم، اینم بهش اضافه میکنم، یه ذره ارتفاعشونو کم میکنم، کوچیک‌تر میشه، از نظر وید هم کوچیک‌تر میکنم. خب حالا فاصله بینشونه، میخوام این فاصله بین هم کمتر بشه. اگه توجه کنین توی قسمت ارنج من توی قسمت اسپیسینگ بازم به علاوه منفی دارم، یه منفی بزنم کوچیک‌تر میشه و حالا همشون توی یه صفحه جا شدن. خب این از چارت سازمانی ما به صورت مانوال و دستی. حالا فرض کنین که من یه تعداد خیلی زیادی شخص دارم که بخوام چارت سازمانی براشون بکشم، خیلی غیر منطقیه که من بخوام واسه تک تک مثلا 700 نفر، یعنی خیلی کار سختی، حالا غیر منطقی که جای خودش کار سختیه که بخوام این کار رو انجام بدم، میام از organization data استفاده میکنم. تو اینجا یه ایمپورت دارم، اکسپورت دارم و کامپر دارم که تک تک اینا رو با هم میبینیم. اکسپورت رو همین الان میتونیم ببینیم، یه گزارشگیری هستش، ما قبلا با گزارشگیری توی ویزیو توی فیلم قبلی آشنا شده بودیم. اگه من این اکسپورت رو بزنم میگه یه مایکروسافت اکسل، تکست، سی اس وی، هر چیز، یه کدوم از این ستا رو انتخاب کن، میخوای چجوری گزارش بگیری و فولدرت هم که میخوای باشه انتخاب کن. من میام مثلا این فولدر رو انتخاب میکنم، بعد اسمش میدم مثلا حالا اینجا اورگان چارت اکسپورت هستش، همینو مثلا انتخاب کنم رو همین بزنه. خب میاد یه دونه
اکسپورت میکنه از دیت هایی که تو اینجا وجود داره. Organization data export successfully. این با تب ریویو شیپ ریپورتس برابره. اگه اینجا بزنم همونطور که میبینید Organization charts report، این دقیقا همون رو ران میکنه، کوئریاشون ماکروهاشون عین هم است. خب حالا بریم تو فولدرمون ببینیم چیکار کرد. Organization chart export، خب میاد آیدی که با اینا به صورت خودکار خود ویزیو داده. حالا کلندر که ما بسش مشخص نکرده بودیم، دپارتمان بسش مشخص نکرده بودیم، اینا تو شیپ دیتا ها بودن. اگه تو ویزیوهای قبلی با ویزیو آشنایی داشته باشیم، توی شیپ دیتا ها، توی دیتا شیپ دیتا من میتونم موارد مختلف رو بسشون انتخاب کنم، تلفنشو بذارم، اسمشو بذارم، تایتلش، ایمیلش، دپارتمانش و کلندرش. کلندر یعنی منظور تقویم کاری شو دیگه، چه روزایی اون شخص میتونه واسه ما کار بکنه. خب اینا رو تو اکسل هم واسه ما جدا کرده و گذاشته. مستر شیپش هم چجوری بوده که صفر در حقیقت آیدی اون مستر شیپه که میگه اکزیکیوتیف بوده. ریپورت تو هم حالا باشون آشنا میشیم، یعنی به کسی که گزارش میده، میگه این شخص که اسیستنت هست با آیدی یک گزارش داره میده. آیدی یک من کیه؟ چیرمن من هستش. خب این گزارشی هست که میتونیم بگیریم و تجزیه تحلیل کنیم، باش نمودار بکشیم، داشبورد در بیاریم و کارهای مختلف میتونیم واسش انجام بدیم. خب حالا قسمت بعدی ایمپورت هست. من میتونم یه فایل اکسل هم ایمپورت کنم. دیدین چجوری اکسپورت کردم، چه تایتلی داشت؟ دقیقا میتونم همونا رو واسه توی یه فایل اکسل تعریف کنم و اکسپورتش کنم. من قبلا یه دونه ایجاد کرده بودم، همونطور که میتونین ببینین توی این ویزیو هستش. من یه چنین فایلی رو از طریق اکسل ایجاد کردم. بیایید با همدیگه یه چیزی شبیه این رو ایجاد بکنیم. برای این کار من میتونم دوتا کار کنم، یا ایمپورت رو بزنم یا اینکه برم فایل نیو تو کاتگوری ها بیزنس اورگانایزیشن چارت ویزارد رو انتخاب کنم که حالت متریک کرییت میکنه. خب وقتی که اینو میزنم یه ویزیو جدید واسه من ایجاد میکنه، دقیقا همون ایمپورت رو اگه توجه کرده باشین همون فرم اولیه اون هستش، پس هیچ تفاوتی نداره، فقط این از همون اول اینو اجرا میکنه که حالا من اینو نمیخوام چون این بک‌گراند نداره، من یه سی میخوام بک‌گراند داشته باشم. برای این کارت اینو سیو میگیرم. خب شما واسه خودتون سیو کنید، چون من قبلا یه دونه شبیه این ساخته بودم، بخاطر همین میتونم اینو الان اینجا دلیت میکنم کلشو اینطوری. خب حالا یه دونه ایمپورت رو میزنم. میگه I want to create my organization chart from، یعنی من میخوام چارت سازمانمو ایجاد کنم از اطلاعاتی که همکنون ذخیره شده در یک فایل یا دیتابیس، یا اطلاعاتی که I entered using the wizard. بذارین اول من همین ویزاردشو با هم بریم، بعد اینم که سورت شده رو با هم نگاه میکنیم که من قبلا یه فایل اکسل داشتم و تهیه کردم. خب پس میخوام از اطلاعاتی که میخوام همکنون از طریق ویزارد وارد بکنم یه چارت سازمانی تهیه کنم. نکست رو میزنم. میگه choose the type of file، نوع فایل چی باشه که میخوای دیتا توش وارد کنین. delimited text که میگه فایل تکست باشه، میگم نه، اکسل راحت تر کار کردن واسش برای من، اکسل انتخاب میکنم. میگه new file name، میگم my organization chart، اسم اون فایله این باشه. خب اگه بروز کنم میتونم یه فایلی رو اینجا انتخاب کنم، ولی بروز نمیکنم. میگه نه، کجایی که ذخیره میکنم اینجا سی یوزر آرمینگ داکیومنتس مای اورگانایزیشن، من نمیخوام اینجا باشه. بروز رو دوباره میزنم، خب تو همین فولدر اینجا باشه که همه رو یه جا ذخیره داشته باشم. شما میتونید توی دیتابیس سازمانیتون یه جا رو انتخاب کنین که این قرار پیدا بکنه، تو اونجا لینک کنین، که چون اونجا اگه فایل اکسلتون حتی عوض هم بشه یا هر کاری کنین اونجا ثابته، ولی خود تو کامپیوتر ها متفاوته. حالا ما اینجا توی کامپیوتر خودمون داریم کار میکنیم، شما میتونید توی اگه توی سازمانتون شیرپوینت هست تو اونجا قرار بدین، یا یه دیتابیسی که وجود داره، یا FTP اگر دارین، یا هر چیزی. خب من میخوام اینجا
باشه سیو بشه دوباره. آیا رو نیکی گذاشتم ارگانیزه چارت، اون قبلی ارگان چارت ایمپورت هستش. حالا یه دونه جدید دارم من اینجا ایجاد میکنم، نکست رو میزنم. Type over the sample disk, create data file, then save the file and choose the file, exit the continue with dev. میگه type over the sample text to create your data file. میگه بر روی فایل تکسی، حالا مثل تکسی است، تکس نمونه ای که ایجاد شده روی دیتا فایلتون، اون فایلی که میخوام جدید ایجاد کنیم، تایپ کنید مواردی که گفته شده رو، بعد سیو کنید اون فایل رو و تو ویزارد اون فایل رو انتخاب کنید. بعدن یه حالت اینفورمیشنه. اوکی میکنم، یه دونه فایل اکسل واسه من درست میکنه، این همون سمپلا هستش، واسه هم توضیح داده فور اگزمپل، برای مثال این اشخاص نامشون رو بذار، ریپورت تو به طور مثال پرسن ریپورت تو گزارش میداد به اگزکتلی از ایت اپیر این دی نیم فایل، دقیقا به یکی از اینا باید گزارش بده که همون شخص بالا دستش هست، تایتلش که میشه جایگاه شغلیش، واحدی که کار میکنه و تلفنش. خب شما میتونید اینا رو به صورت مثلا ما اونجا نیم زده بودیم دیگه، نیم یک بود، نیم دو بود، نیم سه بود و غیره، حالا که اومده بودش. بعد اینجا میتونیم بیاین تا نیم چهارده. بعد حالا اسامی اینجا مثلا من یادم نمیاد اینجا کو، نیم دو به نیم یک داره گزارش میده، سه و چهار و پنج و شیش هم به نیم یک گزارش میدن. اینجا میتونیم بذاریم نیم یک رو میگیرم، نیم اینجا میارم تا چهار و پنج و شیش، اینجا میکنم کپی سلز. خب بعد میام اینجا هفت و هشت و نه هم به سه دارن گزارش میدن، میام اینجا دقیقا نیم سه رو میگیرم، توی هفت و هشت و نه هم میذارم. بعد میگن ده داره به هفت گزارش میده، خب میام اینجا ده نه رو میگیرم، نه بود ده به هفت گزارش میده، ببخشید هفت رو میگیرم میذارم توی ده و یازده و دوازده به ده گزارش میدن، یازده و دوازده به ده و در آخر سیزده و چهارده دارم به یازده گزارش میدم. خب میام اینجا یازده رو میگیرم میذارم اینجا و حالا زیاد اینا واسه مهم نیسته، چون من یه دیتابیس دیگه دارم دیگه، اینا رو همه رو میذارم به همین شیوه باشن که فقط پر باشه. خب اینو سیو میکنم، میبندمش، بعد خودش میره بعدی. میگه لوکت از اینجا به بعد در حقیقت، حالا من بهتون نشون میدم، متفاوت دیگه تفاوتی نداره با اینکه من یه اکسل قدیمی داشتم یا یه اکسل اینجا ایجاد کردم، تفاوتی وجود نداره. حالا اینا رو من توی اون اکسل که ایجاد شده توضیح میدم، اینجا کنسل میکنم، از اینجا به بعد میتونیم توی اون اکسل اولیه که خودمون تعریف کردم. بذارین اولین اکسل من بهتون نشون بدم، من یه اکسل ارگان چارت فور ایمپورت قرار دادم که آیدی واسش تعریف کردم، این آیدی دستیه که میره تو دیتا شیت میشینه، دیتا شیت میشینه، یه دونه آیدی به هر حال خود ویزیو داره بهش میده. نیم گذاشتم، این نیم مثلا میسیز دو، اینجا حالا من داشتم امتحان میکردم یک قرار میدم، حالا بعدا اسم رو عوض میکنم که ببینیم. ریپورت تو کافی این آیدی ها رو من اینجا خودم بدم، اینجا مستر یا میسیز دو داره به یک گزارش میده، آیدیش اینجا گذاشتم. بعدا توی ایمپورت کردم تعریف میکنم که این دوتا با هم رابطه دارن، تایتلش رو تعریف کردم، تلفن سازمانیش، تلفن شخصیش، ایمیلش، تجربه کاریش و تعداد سالهایی که توی سازمان داره کار میکنه. به خاطر اینکه من تو اونجا میتونم از دیتا گرافیک حالا اگه خواستم استفاده کنم یا موقع گزارش گیری ازش استفاده کنم یا حالا اینجا بوده تو ویزیو هم میتونم حتما استفاده کنم. خب میام اینجا ایمپورت رو میزنم، اکسلمو میبندم، سیف. خب information that already stored.
اطلاعاتی که در حال حاضر ذخیره شده توی دیتابیس. میام اینجا میگه اکسچنج سرور باشه، به یه دونه به طور مستقیم من میتونم به یه دونه سرور متصل باشم دیگه، از فایل اکسل اینجا جداگونه استفاده نکنم، فقط هر وقت خواستم دیگه ریپورت بگیرم گزارش بدم. ولی خیلی قشنگ میشه که چون هر وقت شما وارد یه سازمانی میشی، اصولا سازمان ها، حالا ما سازمان ها متفاوت، اونایی که اکسچنج سرور دارن، هر شخصی که وارد میشه اطلاعاتش رو تو سرور ثبت میکنن، بهش ایمیل کاربری میدن، یوزر پس کاربری میدن که بتونن تو اون سازمان پشت کامپیوتر کار کنم، و همون موقع من میتونم چارت سازمانی من تهیه کنم، بگم که تو همون اکسچنج سرور اطلاعات رو وارد کنم، بگم که کی واسه کی داره کار میکنه و غیره، که اونجا امکانات وجود داره. حالا ما اینجا فایل اکسل داریم، نکس میکنیم، میگه انتخاب بکن، بروز میکنیم، فور ایمپورت اینو انتخاب میکنیم، بعد میگه اسپسیفای دی لنگویج، لنگویج تو تعریف کن. اگه توجه کنید این همون جایی هستش که من اون اکسل رو دفعه قبل ایجاد کردم، من آورده بود به همین جا. خب من اینجا حالا انگلیسی نوشته بودم ولی فارسی هم داره، اگه بخوایم بیایم پرشین هم داره، که حالا اونجا تمام فایل من انگلیسی بود، بخاطر همین انگلیسی انتخاب میکنم. انگلیسی آمریکا کجاست؟ United States. نکست رو میکنم. خب وقتی که نکست میکنم میگه choose the columns field، فیلد ها یا ستون هایی رو انتخاب بکنید که دیتا فایلتون شامل information اطلاعاتی باشن که تعریف بکنه سازمانتون. یعنی چی؟ یعنی اینجا نیمی، خب من توی اکسلم این ستون ها رو داشتم اگه یادتون باشه، میگه کدوم یکی از اونا نام شخصته، خب منم اونجا همون نیم رو گرفته بودم، به کی ریپورت میده، گزارش میده، اینجا هم دقیقا همون ریپورت تو رو گذاشته بودم. مثلا من اگه فارسی نوشته باشم گزارش میدهد به، اینجا گزارش میدهد به رو انتخاب کنم، اگه فارسی نوشته بودم نام، نام رو انتخاب میکنم. میگه اگه یه فایل فرست نیمت با لست نیمت جدا بود تو فایلت، اینجا فرست نیمت هم به من بگو. مثلا من یه ستون داشتم فرست نیم، میام اینجا فرست نیم رو انتخاب میکردم. بعد میگه اگه اینو انتخاب بکنی چیکار میکنم، میام اون کلومی که فرست نیمت توش قرار داده، نام اول شخص، و ستونی که نام فامیلی طرف توش قرار داره با هم توی یه دونه قرار میدم کنار هم، و اینجا توی نیم مینویسم، مثلا اگه اینجا کشاورزی باشه اینجا آرمی مینویسم، آرمین کشاورزی، که حالا ما یه چنین چیزی رو نداشتیم. نام میکنم، نکست میکنم. خب میگه ستونهایی که توی فایل دیتات، فایل پایگاه قرار داره و میخوای نشون داده بشه کدومه. اگه توجه کرده باشی من شیپ دیتا هم نشون داده نمیشد، مگر اینکه میمدم تو دیتا شیپ دیتا رو انتخاب کنم. توی چارت هم من فقط تایتل و نیم رو دارم نشون میدم، بقیه رو نشون نمیدم، وقتی من همین دوتا باشم. بعد نکست میکنم. بعد خب این دفعه اول چون من قبلا اینو ساخته بودم، اینا ساخته بودم قبلا، اینا همه رو آورده بودم تو، اینا در حقیقت اینطوری بودن، بذار من بردارم. خب میگه choose the columns field from your data file، از پایگاه دادتون ستون هایی رو انتخاب کنین که میخواهین اضافه کنین به چارت سازمانی، به شکل های چارت سازمانتون به عنوان shape data ها. پس اگه من اینو اگه قرار بدم، آیدی رو قرار بدم اینجا، میره توی شیپ دیتا من یه شیپ دیتا جدید به نام آیدی تعریف میکنه. من همشون رو میخوام باشه، چون به هر حال دیتان میتونم ازشون بعدن استفاده کنم یا اصلا استفاده نکنم، به هر حال دیتان و خب کاربرد داره. نکست رو میزنم. میگه you can import pictures from your computer or a network location، میتونیم تصاویر رو از کامپیوتر یا شبکت انتخاب بکنم، یه مکان در شبکت، حالا اگه شیرپوینت باشه میتونم انتخاب بکنم که اصلا چارت سازمانی من تصویر نداشته باشه، یا اینکه بیام اینجا لوکیت د فولدر رو انتخاب کنم. پس اینجا اون فولدری که شکل های من توش قرار داده رو بروز میکنم. اگه یادتون باشه من تو اینجا اینو میگیرم میذارم اینجا، خب توی پیکچرز من بودش، که حالا پیکچر 1 14 تا داشت، ولی این یکی بذاریم بیارم اینجا اکسلشو دوباره. خب این یکی 27 تا شخص داره که من میخوام ایمیجاش توش قرار داده بشه، بخاطر همین چیکار میکنم، اینم نیمه 1 نیمه 2 نیمه 3 بودش دیگه. من میام تو پیکچرز، یه دونه نیو فولدر میکنم، حالا پیکچر 2
خب 27 تا از اینایی که هستش انتخاب میکنم، فکر کنم همش میشه 27 تا، درسته. خب اینا رو انتخاب میکنم، میام توی پیکچر 2 قرار میدم. خب با توجه به اینکه حالا من 27 تا شکل دارم، 27 تا پیکچر دارم و این بیارمش توی اینجا، این 27 تا پیکچر رو باید بکنم نیم 1، نیم 2، نیم 3 و الی آخر. یا اینکه مثلا من به افراد سازمانیم گفتم عکساتونو بفرستین، اسم فایلتون هم بکنین، نام و نام خانوادگیتون. بعد خب خیلی از اشخاص درست میفرستن، خیلی هم خب اشتباه دارن، اشتباه تایپی میکنن یا حواسشون نبوده یا عجله کردن یا به حرف شما زیاد گوش ندادن تو اون لحظه فرستادن. خب خیلی از این ایمیج ها اینجا استور شده و من میخوام به صورت یک جا یه تغییراتی تو اسمشون بدم، اینا رو بگیرم و تغییر بدم. برای این کار میرم توی وبسایت شرکت مثلا دیاکو، میتونم از این نرم افزار استفاده کنم، diaco.com. خب توی این صفحه توی قسمت نرم افزارها من در حال حاضر یه نرم افزاری اینجا میبینم که getting files name and renaming files name، گرفتن نام فایل ها و تغییر نام اونها. میتونم اینو از اینجا دانلود کنم. خب میام اینجا اون فایل اکسل تغییر نام رو باز میکنم، شما میتونید برین دانلود کنید و اونو باز کنید. میام اول اسم فایل ها رو میگیرم از اون فولدر، اینجا آدرسش رو کپی میکنم. خب پیکچر 2 اوکی. بعد میام اینجا به این شیوه مثل یا میسیزه یک بود اینا رو قرار میدم. حتی میتونم آیدی ها رو هم قرار بدم، به جای اینکه اینجوری بنویسم 1 2 3 بذارم واسش، اینطوری فکر کنم راحت ترم باشه. حالا اینجا خب رینیم میکنم. خب حالا میرم ببینم تغییر نام ایجاد شد. پیکچرز پیکچر 2، بله 1 2 3 4 5 6 تا 28 تا عکسو که حالا داشتم، البته اونجا ما 27 شکل داشتیم، حالا اشکال نداره. خب میرم تو ویزیو خودم، این که این یکی. خب میاد میگه locate the folder، فولدر انتخاب کن، پیکچر 2 حالا انتخاب کرده بودیم، اوپن. میگه چی باشه؟ match picture based on name باشه، که اول نیم گذاشتن، آیدی یادم که باید بهتره شاید. نیکست میکنم. خب میگه your organization data may contain too many employees، میگه شاید تعداد کارمنداتون زیاد باشه که بخواد فیت بشه تو یه دونه پیج. بخاطر همین تو میتونی اسپسیفای کنی که چند تا how much of your organization to display on each page or your can let your wizard define each page automatically. میتونی تو به صورت منوال این کار انجام بدی یا به صورت خودکار بگی ویزیو این کار انجام بدی، که گزینه اول واسه منوال هست. میگه من میخوام که خودم اسپسیفای کنم، مشخص کنم که چقدر توی دیسپلی بشه، نشان داده بشه تو هر صفحه، یا اینکه میخوام ویزارد این کارو واسه من بکنه. بعد میاد میگه اگه میخوای ویزارد این کارو کنه، نیم ات تاپ اف د پیج رو واسه من مشخص کن، اسم بالای چیزو صفحه رو مشخص کن. حالا مگه تاپ اگزیکیوتیو رو بگیرم همه رو واسه من جدا میکنه، اگه مثلا نیما رو بریک کنم باز بر اساس اون بریک کنه. ولی خب من شاید بخوام متغیر باشه، بخاطر همین حالا اینجا هم که کوچیک هست راحت تر هستش که خودم اسپسیفای کنم. نیکست میکنم، مخصوصا اینکه حالا قبلا این کارو کرده بودم منم، اگه دلیت کنم اینجا رو. خب به صورت خودکار اینو میاره که تاپ اگزیکیوتیو بودش، این بالا اینطوری بودش به صورت خودکار. حالا من اینو مودیفای میکنم، اسم پیجمو میذارم، کل اورگانیزیشن من کلش از تاپ اکسیکیوتیف شروع میشه، حالا یا همون آقای اول. بعد نمبر آف ادیشنال لیول میگه یه لیول باشه، میگم نه، میگم
number of additional levels، تعداد لول های بیشتر، all subordinate. میخوام همه سازمانم اول توی یه پیج قرار بگیره. خب اوکی میکنم، بعد add page دوباره میکنم، میگم از نفر دوم که مستر یک باشه میتونم اینجا چیکار کنم؟ فقط یه لول بذارم، پیج نیم هم چی باشه؟ تاپ لول باشه. بعد اوکی کنم، باز دوباره اد پیج کنم. ولی خب میخوام این کار رو نکنم، همه رو که از تو این هستش ایجاد بکنم، همینطور پیج اضافه نکنم و خودم دستی این کار کنم. پس همینجا فینیش میکنم، میاد اینجا چارت سازمانی منو شروع میکنه به درست کردن، که همونطور که میبینین یه سیوم داره میگیره. خب یکم طول میکشه تا ایجاد بکنه. خب ایجاد شدش. تاپ لول من، صفحه تاپ لول من، تمام اشخاص که زیر مجموعه این آقا بودن برده شدن. فقط اگه توجه کرده باشی بک‌گراند منو نیورده توی ارگانیزیشن، هم چرا بک‌گراند هم هست. میبینین چقدر بزرگ شده، این خوب نیست دیگه. حالا ما میخواییم یکم درستش کنیم. اول از همه اینا رو میگیرم میارم اینجا. بعد یکم بالاتر میارمش. خب حالا در آخر درست میکنم. خب بعد حالا زوم میکنم اینجا. من تو اینجا حالا تاپ لولم رو خواستم نشون بدم که یه دونه صفحه دیگه ایجاد میکنه بر اساس تاپ لول من. خب حالا من با استفاده از دوتا قابلیت شوان هاید سابوردینیتس و سیکرونایز میخوام اینو فایلم رو درست کنم و هر لول رو که حالا بر اساس واحد یا بخواییم در نظر بگیریم هر واحد و هر لول رو یه ساختار سازمانی توی یه پیج جدا کنه داشته باشم. اول از همه لول منیجرهای من هستن که زیر مجموعه اگزیکیوتیو من هستش. من میام اینجا اول میگم چیکار کن، کلن اینا رو مرتب میکنم. ناکنین من اینا منیجر من هستن، منیجر میکنم. این یه پوزیشن هستش، پوزیشنش درسته. اینا رو دیگه این پوزیشن هست دیگه، این منیجر نیستش. چنج پوزیشن میکنم توی میگم اینا استاف. خب تک تک اینا رو میگیرم و به کارمند تبدیل میکنم دیگه، یه جایگاه نیستش. خب چنج پوزیشن میکنم توی استاف. اوکی بعد که این کاری کردم، وقتی که جایگاه هم درست شد، این هم الان استراتژیک منیجمنت درسته، اسیستنس هم درسته. خب میام چیکار میکنم؟ اگه اینا متفاوت بودم هر کدوم چینج پوزیشن میخوام. خب میام حالا سیکرونایز میکنم، این هایپر لینکش رو دلیت میکنم، قبلا وجود داشتهش. خب سیکرونایز میکنم، نیو پیج، هاید سابوردینیت. اوکی خب میاد یه پیج جدید واسه من درست میکنه، سابوردینیت های اونو میذاره اون تو و فقط خودش رو نشون میده. خب البته من نمیخواستم این کار رو بکنم، بعد کلس خواستم این ارگانیزیشن چارت من، بذاریم من دوباره از اول چیز کنم، اینو دلیت کنم. اوکی شو کنم اینا رو. خب بعد من میخواستم کل اینا توی این پیج بمونن، حواسم نبودش که کل اینا رو همه رو بردم توی پیج دیگه. این از اینجا به بعد بس هاپوردینیتاش رو جدا بکنم، هاید بکن. اوکی خب حالا اینا همه توی این پیج اول من میمونن، میره توی اینجا. خب اینا رو حواسم نبود اشتباهی چینج پوزیشن کردم، اینا هر کدوم یه پوزیشن هستن، اینا رو پوزیشن میکنم. یکم درستش کنم و لایتش رو میام زیر مجموعه اینم همه شیوه درست میکنم.
اسپیس بهش بدم. به نظر من اینا رو پوزیشن کنیم بهتره. حالا میخوام کلن این هم سابوردینیتش رو ببرم یه جای دیگه، هاید میکنم یه نیو میکنم. خب حالا همه توی یه پیج قشنگ جا میشن، فقط باید بکگراند هم بیارم. اول اینو میکنم استراتژیک تیم مثلا، بعد اینو میکنم چون پلنر رو هستم، میکنم برنامه ریزان یا پلنرز استراتژیک پلنرز. خب حالا میام از دوباره از ابتدا شروع میکنم. خب اینو میگیرم میذارم توی بک‌گراند. یکم از نظر ارتفاع و هایت اینو درست میکنم، بعد میام لایوتش هم میکنم به این شیوه. خب حالا همه اصولا باید توی یه صفحه جا بشه. خب میارم بالاتر یکم، اسپیسش رو بیشتر میکنم یکم دیگه. به نظر خوب میاد، کم بیارمش بالاتر فقط. خوبه. حالا اگه یادتون باشه استراتژیک منیجر من اینجا که سیکرونایز کرده بودم، بعد میرفتش یه پیج استراتژیک تیم. اینجا من باید فقط چیز کنم، حالا اینجا هم که من اینو سیکرونایز کردم هایپرلینکش هم باید ایجاد کنم. تو باید خودکار هایپرلینک میکرد که نکرده متاسفانه. من میتونم بیام اینجا هایپرلینک رو واسهش اد کنم، بروز کنم کدوم هست، استراتژیک تیم، زومش بشه چی. اگه به صورت خودکار هم اول پیجا رو موقع ایمپورت کردن درست میکردم، این هایپرلینک ها هم درست میشد. خب اینطوری باز مدیریتش شاید بهتر باشه. اینا رو یکم میارم پایین تا این شکلش خوبه. بعد اینم هایپر لینک میکنم به کدوم، به استراتژیک پلنرز. اینم پیج. خب اینم بعدی این یکم میارم پایین تا اینا رو هم پوزیشن میکنم. اینا پوزیشن. من دستی لازم نیست انجام بدیم، لایوت میتونیم میکنم. اینا رو لایوتش رو میکنم به این یکم همین اومده شد. نه دوستان نمیدونم قشنگ نیست، میفنه همینطوری کنم. بعد این از همه شون باز منطقه تره قشنگ. خب فایل چارت سازمانی ما هم درست شد. دیگه از این به بعد فقط بعد آپدیت بکنیم. خب چجوری ما میتونیم آپدیت بکنیم؟ اول از همه اگه اکسپورت بگیریم ببینیم چیا به ما نشون میده. بذاریم بیام توی فولدر خودم اینجا یه اکسپورت بکنم از این مثلا اکسپورت یک سیف. خب اوکی
بریم ببینیم فایلمون چه شکلی شد. اکسپورت یک رو باز میکنم. خب ببینین یونیک آیدیو که ویزیو خودش خودکار میاد. کلندر من واسش مشخص نکرده بودم، دپارتمانم مشخص، ایمیل داده بودم که ایمیل رو پر کرد، آیدی که از همه اول داده بودم، نیمشون، تلفنشون، تلفن شخصیشون، اینکه ریپورت میدم به چه کسی. یه چیزی اینجا شیپ دیتایی که تو ویزیو تعریف شده بود تلفن، من اینجا نمیشونم ارگانت اینا رو نتونست تشخیص بده. حالا من میتونم برم تو شیپ دیتا اینو مدیریت کنم و دلیت کنم. تایتلشون رو تشخیص داد، ورک اکسپریانس نا کنین. من گزارش گرفتم ورک اکسپریانس منم اونجا به عنوان یه شیپ دیتا ایجاد شدم و قرار و گزارش که میگیرم اینا هم وجود دارن. خب اینو من میبندم، بعد اینو هم میبندم. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوام اون دیتابیس اصلی من، یادتونه که شکلمو ازش خوندم، دیتاشو در واقع وقتی بروز میکنم میخوام اینجا هم بروز بشه. اینو قبلا ما تو فیلم آموزشی قبلیمون گفته بودیم که چجوری لینک کنیم. اینجا هم همونطوری میریم تو تب دیتا، لینک دیتا تو شیپس. من یه فایل اکسل دارم، نکست میکنم، وات ورک بوک بروز میکنم. اینجا میام کدوم بود فور ایمپورت میکنم، نیکست میکنم، میگه کدوم شیت هست، شیت یک، میگه کالمز تو اینکلود همش باشه، آیدی که خودشان ریکامند کرده، فیلد یک تای من هست. بعد میاد میگه ساکسسفولی اومدش. خب یعنی دیتا های من اومد ولی نمیدونه کدوم شیپ به کدوم شیپه. واسه این کار باید چی کار میکردم؟ اینجا کلش رو سلیکت میکنم، کنترل ای رو میزنم، اینجا سلیکت میشه کلش. یه مقدار فکر شده لود بکنم، کنترل ای همه رو سلیکت میکنم. خب لینک دیتا تو شیپس، این نه ببخشید، اوتوماتیکالی لینک آل شیپ آن دیس پیج. متاسفانه تو کل ویزیو نداره که اینا رو لینک بکنم، من باید پیج پیج اینا رو لینک کنم. ولی ما اگه یادمون باشه، حالا بیاییم با هم یه امتحانی هم بکنیم. من شیپ دیتا کالم آیدی رو با آیدی وصل میکنم، این منطقی تری. نیکست میکنم، فینیش میکنم. خب تو این شیت من همشون بودن دیگه اگه یادتون باشه، فقط دیتا گرافیک ها رو هم مستمن داره نمایش میده. من الان دیتا گرافیک ها رو نمیخوام، بعدا حالا شاید ادیت کنم بذارم بازشون، ولی الان در حال حاضر دیتا گرافیک ها رو نمیخوام. بخترم این میام چیکار میکنم تو دیتا گرافیکس، نو دیتا گرافیک انتخاب کنم، اول سلیکت آل میکنم. سلیکت آل میکنم دیتا گرافیکس، نو دیتا گرافیکس. دیتا گرافیک هم رو پاک کردم. بعد کل دیتا من لینک شد. من اگه توجه کرده باشین اینجا پیجه من متفاوت دیگه، سیکرونایز کرده بودم بعد اومدم لینک کردم. اینجا اگه من توی ارگان چارت هم رو شو کنم، میاد همه رو نشون میده با دیتا گرافیک. بکنم بذاری من دیتا گرافیک رو از همین اول قبل این که لینک کنم برمیداشتم، کاش که اینقدر اذیت هم نکنم. یک کنترل زد دیگه، یک کنترل زد دیگه. خیلی خوب، بس اینکه اینا رو همون اول دیتا گرافیکش رو نشون نده، تو دیتا دیتا گرافیک این اپتیکش رو برم. حالا دوباره اوتوماتیکالی لینک، نیکس، آیدی با آیدی، نیکس، فینیش. خب دیتا های من لینک شدن و حالا من اگر آپدیت کنم شیپ دیتا های من هم آپدیت میشه. درسته؟ درسته. ولی یه مشکلی باید وجود داشته باشه. من اینجا که سینکرونایز کردم شیپ دیتا های من هم به این صفحه لینک شدن. من اگه تو شو کنم اینو، خب من اینا رو نشون دادم، نمایش دادم، درسته؟
میخوام برم توی اکسل هم یه فایلیو که وجود داره بکنم چی؟ My organization chart for import بود اینجاست. خب اینو میکنم نیم اولیه میکنم مثلا آرمین کشاورزی، سیو میکنم و میبندمش. خب حالا میخوام ویدیوم هم آپدیت کنم، میرم تو دیتا رفرش میکنم شیت یک که داره رفرش آلا میذارم کلاس. این که شد آرمین کشاورزی درست. تو اینجا هم او کاش آرمین کشاورزی شد درست. حالا اینم درست. حالا میخوام یه دونه از این دیتا هایی که اینجا وجود داره، مثلا این آقای کجاست، خب این دوست عزیزمونو که آقای 13 هست رو آپدیت کنم. آقای 13 نه بذارین 14، آقای 14 رو آپدیت میکنم. میام توی اورگان چارت فور ایمپورت، آقای 14 کجاست؟ اینجاست. کنمش چی؟ مثلا آقای احسان افشار سیو میکنم، بعد میام اینجا رفرش میکنم افشار کلاس. خب اینجا احسان افشار اومد. حالا باید بریم ببینیم تو اون شیت اینجا احسان افشار اومد و من یه شیت استراتژیک پلنر داشتم که اینا وجود داشتن که میخوام ببینم اینجا که آقای 14 وجود داشت هم شد احسان افشار، شد احسان افشار. اینجا مزیت لینک دیتا رو میبینیم دیگه، لزومی نداره من هم اینجا تغییر بدم هم اونجا تغییر بدم هم تو پایگاه دادم تغییر بدم. فقط یک بار تو اکسل هم تغییر دادم، تغییرات خودکار ایجاد شد. فقط اینا رو دوباره هاید میکنم که صفحه زیباییش از بین رفته بود. این اگه من بخوام همه رو مسیر رو توی صفحه ببینم، بخاطر همین این کار کردم و دستی ایجاد کردم. شما میتونید موقعی که میخواین ایجاد بکنید واحدا رو مشخص کنید، جدا جدا کنید از همون اول که اذیت نشین. بعد اینطوری سینک کردنش البته راحت تر شدش. ناگهان من اینجا اتوماتیکالی سینک کردم چون همه توی صفحه وجود داشت، دیگه لزوم نداشت. من اگه یادتون باشه، اگه من دوباره اینو بزنم میگه all shapes on this page، نمیگه all shapes on this application یا this video. بخاطر این اگه شما از همون اول پیجا رو تک تک جدا میکردین تو اون ویزارده، بعد تک تک هم لینک انجام میدادین. من خودم فقط تک تک لینک انجام دادم، ولی الان که همه یه جا هستن دیگه فقط سابوردینیتاش رو بر میدارین توی اورگان چارت هاید میکنین، دیگه لینک وجود داره. میتونین دیتا گرافیک هم باسش بذارین که هر کدوم چقدر تجربه کاری دارن، چقدر حقوق میگیرن و موارد مختلف. بعد بیاین اینجا موقعی که توی شیرپوینت یا توی جایی میخواییم پریزنت کنیم نشون بدین، اینجا دیگه قرار داره، لینک میکنین و واحد مختلف رو به راحتی میبینین. با تشکر از توجه شما، امیدوارم که مفید بوده باشه.